سلام، میلاد هستم با برنامه مثبت 25 در خدمت شما هستم. توی این برنامه همونطوری که تو قسمت قبل توضیح دادیم، قراره که یه سری از نکات فیلم 25 رو بهتون توضیح بدیم. به دلیل اینکه این سکانس خیلی طولانیه و اینکه خیلی نکات زیادی داره، سریع بریم برای دیدن فیلم. خب بچه ها، میریم که فیلمو با هم دیگه ببینیم. توضیحاتی داره که بعد از دیدن این سکانس براتون میگمش و اینکه بریم ببینیم دیگه. سلام، سعی نکن جواب بدی چون اصلا نمیتونی جواب بدی، یعنی اصلا نمیتونی صحبت کنی. اسمم 52ه، ممرو 52، سبان جرز بود. اینجا توی نیستگاه به شما میگم موجود خام، یعنی موجودی که آنها در صحبت تو زندگی بعدش. ولی خب میگه تو چه دوره باشی که تو الان تو دوره انسان شده اونی، یعنی موجود خام اومده تبدیل به انسان. که جنسیت چی باشه و کجا زندگی کنی و اینجا تعیین میکنی. اینکه چند تا دیگه این ایسکو هست رو نمیدونم، یعنی اگه میدونستم به دردت نمیخورد، چون قرار نیست هیچ کدوم این یاد ببینم. ببینم چیزی از اینکه گذشته یادته؟ نه، چون حافظت از ضبط به آرشیف منتقل شده، واسه همینم نه چیزی یادت میاد و نه چیزی یادت میمونه. ولی خب بریم یکم از زندگی قبلی تو ببینیم. دیدی؟ بهم گرفت مسئولیت توی زندگی کنو تمام شده بود و تمام اتهامش کرد، یعنی حال جدا از بدیهای ریزه درشته تو زندگی قبلیت به رئیس یه زندگی بده کاری. شما مثل این نرم افزار میبینیم، نرم افزاری که اول نسخه امتحانیش میاد و رفته رفته تکمیل میشه و به نسخه کامل تری تبدیل میشه، که چقدر دیگه تا اونجا کار داریم نمیدونم و تشخیصش فقط با رئیسه. تو دارو 16 تا قرارگاه دیدیم، اینکه چند تا این قرار با اصرم نمیدونم، یعنی اگه میدونستم، چون تو قرار نیست هیچ کدوم اینو یادت بمونه بازم به دردت نمیخورد. الان قرار بفرستم از قرار دو 61، حالا دو باری هم اونجا بودیم. دفعه اولی تو خواننده شدی تو منطقه 6، متاسفانه زبان کار دست داد و تو خیام کشتن تونم تو 25 ساله بید. دفعه دوم تو منطقه 5 بودیم، اون زندگیت هم خیلی موفق شد، یه بازیگر معروف محبوب سوپرستار سینما. من متاسفانه تو اون زندگیت هم به 3 سالگی نرسیدی و تو جوانی بودی. خیلی جالبه اینکه قرارگاه 61 تنها قرارگاهیه که تا حالا به 3 سالگی نرسیدی، این در صورتیه که دو قرارگاه دیگه حداقل 70 سال زمان خودمون قرارگاه زندگی کردی. به یکم پیچیده است، زمان قرارگاه با هم فرق داره، مثلا دو قرارگاه 43 یه سالش 1 ساعت اینجاست. بگذاریم، مهم نیست. الان قراره بفرستم منطقه 4، البته امیدوارم تو این زندگی به 30 سالگی برسی حداقل. دوست دارم زود تمامش کنم، ولی خب باید زودتر بری به زندگی برسی و منم به کارم برسم. خب بچه ها، با هم سکانس ایستگاه 700 رو دیدیم. این یکی از مهمترین قسمت های فیلم بود. توی فیلمنامه به نکات خیلی ظریفی اشاره شد. شما اگه دقت بکنید، اعدادی که داره مأمور 52 میگه همشون تقریبا جمعی از 7، یا مثلا اگه به اضافهشون کنی میشه 7، یا مثلا اگه صفرشون رو بزنی میشه 7، و خود مأمور 52 مستقیما به این اشاره داره، 5 به اضافه 2 میشه 7. یعنی این یه نکته خیلی ظریفیه که توی فیلمنامه بهش اشاره شده، ولی خب شاید کمتر کسی ذهنشو درگیر کنه. مثلا منطقه 4، نمیدونم زندگی 25، همین اصلا 25مین باری که قرار زندگی بکنه، جمعش میشه 2 به اضافه 5 میشه 7. دوباره همین به عدد 7 داره اشاره میکنه که خب یه عدد مقدسیه توی تمام فرهنگ ها و تمام ادیان بهش اشاره شده. و خیلی نکات مهمیه توی این سکانس داره بهتون توضیح میده.
و خب یه چیزی که هست شاید اولش نگاه بکنی فکر کنی بگی چقدر صدا بد میاد، چقدر صدا کمه، مشکل فنیه. ببینید مشکل فنی نیست، این از قصد صدا گذاریش اینجوری شده، به این دلیل که شما نمیدونی که توی چه موقعی داری این ویدیو رو میبینی، چه موقعی داری این تصاویر رو میبینی، نمیدونی خوابه، نمیدونی توی مکانی هستش که قبل زندگیش خرده باشه، اصلا ما نمیدونیم رویاست، توهم، هیچ چیزی از این نمیدونیم. و به همین دلیل شما اگر اینو یک خواب هم در نظر بگیری، شما توی خواب همه کلمات دقیق یادت نمیمونه، همه چی رو کامل متوجه نمیشی. و خب یه اشاره مستقیمی داره به این که این قضیه خب خیلی پیچیده تر از این صحبت هاست که ما فکر میکنیم میایم زندگی میکنیم میمیریم میریم تموم میشه. اینم سکانس ایستگاه 700 بود که توضیح دادم خدمتتون، خیلی سکانس مهمیه، باید اگر دوست دارید که بیشتر متوجه بشید فیلمو، بیشتر این سکانس رو ببینید، بیشتر براش وقت بذارید و مطمئنن خیلی بیشتر لذت میبرید، خیلی بیشتر از قبل. حتی یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، شیرش کنید ویدیوها رو، حتی پوستار رو شیر کنید. خیلی ممنونتون میشم، ممنون از حمایتتون و اینکه مراقب خودتون باشید. فعلا.